همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. گاه می شود که انسان از اینکه پیشبینی بکند و این پیشبینی درست از دست در بیاید، از آب در بیاید، بیش از اینکه خوشحال بشود غمناک می شود. گاه می شود که انسان آرزو می کند که شاید داوری ها و پیشبینی و نگاه او نادرست بوده باشه و به سود جامعه انسانی است که کسی درباره مسئله بیاندیشد و پیشبینی کند و این پیشبینی نادرست از آب در بیاید. هفته گذشته در این برنامه پس از واقعه رویداد هولناک بیروت که گروهی از وابستگان به داعش چند بمب در محله در کوی شیعی نشین بیروت منفجر کردند و گروه بسیاری رو کشتند از این بمب‌های انتحاری، من درباره گسترش جنگ دینی در خاورمیانه سخن به میان راندم و گفتم که ای کاش ایران پای خودش رو از این جنگ دینی که از برپا کنندگان آن بوده پس بکشد و ای کاش ایران گریبان خودش رو از خاورمیانه عربی رها بکنه. پیشبینی کردم که این جنگ دینی گسترش خواهد یافت. داوری من این بود که این جنگ دینی که یک سر اون جریان‌های تندروی شیعی است و در بیت رهبری در ایران خوابیده و سر دیگر اون جریان‌های تندروی اهل سنت و وهابی است که نیروی ضربتی اون امروز نیروی داعش است، خلافت است. این دو جریان ولایت و خلافت خاورمیانه رو به خون کشیدند و به ویژه امروز که خود جمهوری اسلامی از رمق افتاده و کوشش میکند که شاید روابط بهتری با غرب داشته باشد، جریان داعش که تندروتر از جمهوری اسلامی رفتار میکند به عنوان نیروی اصلی رزمنده و رزمجو و مهاجم در صحنه در سپهر خاورمیانه، در سپهر جنگ مذهبی خاورمیانه ارزندام میکنه و قدرت خودش رو نشان میدهد که آخرین اونها در پیش از برنامه آدینه هفته گذشته من بمب‌گذاری خونریزانه در بیروت بود. در اون برنامه اشاره کردم که دامنه این جنگ دینی به غرب هم خواهد کشید، اروپا رو هم در بر خواهد گرفت و دیری نخواهد بود که به ایران هم برسد. امیدوار بودم که این پیشبینی من شاید با گرفتاری های روبرو بشود، شاید انجام نشود. چند ساعتی از برنامه من نگذشته بود که در پاریس یک گروه تروریست شهر زیبای پاریس رو به خون کشیدند و جنایتی انجام دادند که دنیا رو تکان داده. 8 نفر، البته امروز میگویند شمار بیشتری بوده، در چند منطقه پاریس با جنایتی هولناک گروه بسیاری از مردم رو، دست کم 130 نفر رو کشتند و نزدیک به 400 نفر رو روانه بیمارستان کردند. جنایتی که امروز هم دامنه اون از سوی گروه رقیب داعش، از سوی القاعده، برای که از این رقابت واپس نماند به مالی کشیده و در پایتخت شهر آفریقایی، کشور آفریقایی مالی که در اون در جریان یک جنگ مذهبی گرفتار شده، در جریان یک جنگ داخلی گرفتار هست، گروهی به یکی از هتل‌های درجه یک این کشور هجوم بردن و گروهی رو به گروگان گرفتن و هنوز سرنوشت اونها روشن نیست. یعنی در هنگامی که این برنامه برای نخستین بار به طور زنده اجرا می شود، سرنوشت رویدادهای مالی روشن نیست. چنین به نظر می رسد که دامنه ترور در پاریس و مالی پایان نخواهد یافت و ما در ماه‌های آینده شاهد رویدادهای هولناک دیگری هم خواهیم بود. نه اینکه من آگاهی‌های امنیتی دارم، خیر، هیچ آگاهی جز آنچه می‌خوانم و می‌بینم و می‌شنوم ندارم، اما می‌توانم پیش‌بینی کنم هنگامی که جنگ دینی در منطقه آغاز شد، دامنه این جنگ دینی به دیگر سرزمین‌هایی هم که درگیر این جنگ دینی شاید نیستند خواهد رسید. این جنگ دینی از کجا آغاز شده؟
در آغاز کار 30 و اندی سال پیش در دو سوی سرزمینی که به آسیا و به خاورمیانه و خاور نزدیک از دیر زمان نام آور بوده، یعنی شمال آفریقا و خاورمیانه امروزی، از دو سوی این سرزمین، یکی در ایران و در همسایگی اون افغانستان، دولت‌های دینی به وجود آمدند. در ایران یک دولت شیعی به وجود آمد، در افغانستان طالبان قدرت گرفتند، یک دولت اهل سنت بودند، وهابی بیشتر بودند و امنیت دادند، پناه دادند به القاعده و اون فاجعه رویداد 11 سپتامبر رو آفریدند. و در سر دیگر این سرزمین، در الجزیره، گروه تندروی تروریستی دست به کشتار زد و نزدیک به شاید 100,000 نفر در این جنگ داخلی پرپر شدند و آواره شدند و مجروح. و این ماجرا امروز بالا گرفته. داعش اعلام کرده که دشمن اصلی اونها شیعیان و نامسلمانان، البته نامسلمان به مفهوم این که چه کسانی با اسلام اونها همسویی ندارند هستند. و جمهوری اسلامی هم در جنگ با داعش در عراق و سوریه و لبنان درگیر هست. میگویند نیستیم ولی درگیر هستند و کشته هم میدهند. برابر این جنگ دینی در خاورمیانه آغاز شده. برخی کوشش میکنند این جنگ دینی رو بهش جنبه میهنی ببخشند و بگویند ایران از منافع ملی خودش دارد دفاع میکند. آری، اگر جمهوری اسلامی جنگ دینی رو آغاز نکرده بود، حکومت دینی در ایران نبود و به نامسلمانان عملاً، به ناشیان عملاً اعلام جنگ نداده بود و اونها رو به بند نمی کشید و یک برداشت بسیار افراطی از شیعه‌گری رو در کشور ما چیره نکرده بود و ایران مورد هجوم جریانی مانند داعش قرار می گرفت، من می پذیرفتم که باید از این سرزمین در برابر این هجوم دفاع کرد. امروز هم باید دفاع کرد با وجود جمهوری اسلامی. اگر داعش بخواهد به وجبی از خاک ایران تجاوز بکنه، وظیفه میهنی و ملی ماست که از خاک ایران پشتیبانی کنیم، دفاع کنیم. اما فراموش نکنیم یک سر جنگ دینی در ایران است. یکی از برانگیزانندگان جنگ دینی در خاورمیانه حکومتی است که برای گسترش شیعه‌گری، برای گرفتن کربلا و از راه کربلا به قدس رسیدن 37 سال است که تبلیغ میکنند و در مسجدها و بلندگوها و رسانه‌های رسمی حکومت علیه اهل سنت و باورهای دینی اونها تبلیغ میکنند. نامسلمانان که جای خود دارند، رقمی نیستند، اصلا بهتر است که نباشند در ایران. اونهایی که بهایی بودند رو عملا از میان بردند و از ایران راندند. یهودیان که اصلا همگی جملگی جاسوس اسرائیل هستند. هر کسی هم که بیدین باشد جایش در یکی از بدترین گوشه های جهنم است و باید اون رو با شتاب آنجا روانه کرد. بر روی رویداد پاریس رویداد هولناکی بود، زنگ خطری برای همه کشورهایی بود که از آزادی رفت و آمد پشتیبانی میکنند. دردناک بودن این رویداد و واکنشی که ایجاد کرده نسبت به مهاجران پناهندگان مسلمان به این کشورها، به ویژه از این جهت است که در این ماهای گذشته پیش از این رویداد ما شاهد این بودیم، جدا از این که چه کسانی در برپا کردن فاجعه سوریه دست داشتند که غربی ها بخشی از اونها بودند، جدا از این که چه کسانی با دخالت در عراق دولت صدام رو برانداختند و یک نوع زمینه برای گسترش توانایی جمهوری اسلامی ایجاد کردند، جدا از همه اینها و جدا از این که با برانداختن قذافی زرادخانه او رو عمومی کردند، جهانی کردند، در اختیار گروه های مختلف قرار دادند، ناخواسته یا خواسته، جدا از همه اینها، این هجوم به پناهندگان به مرزهای اروپا و صحنه های دردناکی که بر تلویزیون همه جهان شاهد اون بود، اروپا رو واداشت که با آغوش باز نسبت به این پناهندگان نگاه بکنه. نزدیک به 1,000,000 نفر اروپاییان در کشورهای خودشون پذیرفتند. تقریبا میتوان گفت که 99% این پناهندگان مسلمان یا مسلمان زاده هستند. از جنگ مذهبی در و جنگ داخلی در سوریه و عراق و سرزمین های دیگر به سوی اروپا آمدند.
مهاجران اقتصادی هم در این میان هست که بیشتر اونها از شمال آفریقا به سوی ایتالیا و کشورهای دیگر می روند. اما این هجوم گسترده از سوریه از راه ترکیه به یونان و سپس از یونان به دیگر سرزمین های اروپایی پیامد رویداد هولناک جنگ داخلی در سوریه و جنگ دینی در خاورمیانه است. اروپا درهای خودش رو به روی این پناهندگان گشوده بود. حتی ایالات متحده آمریکا هم که خیلی گرفتاری دارد با پناهندگی، پذیرفت که شماری از این پناهندگان به ایالات متحده آمریکا به ایالت‌های مختلف بیایند. این رویداد هولناک پاریس فضای جهانی رو علیه همین پناهندگان برانگیخت. طبیعی هم است. فراموش نکنید در خود ایران هنگامی که در آغاز جنگ داخلی افغانستان گروه گسترده‌ای از افغان‌ها به ایران پناهنده شدند و به دلایلی کارهای بزهکارانه، دزدی و چیزهای از این دست بالا گرفت و گروه‌های از افغان‌ها به این رفتار متهم شدند، فضای ایران، سپهر اندیشه‌ای و رفتاری ایران علیه افغان‌ها برانگیخته شد. این یک پدیده طبیعی انسانی است که ما نسبت به کسانی که تازه وارد خانه ما می‌شوند یا آشنا با فرهنگ ما نیستند واکنش داشته باشیم. این در میان اروپایی‌ها همراه شده با جریان‌های دست راستی که از دیرباز مخالف آمدن خارجی‌ها بودند و به ویژه مسلمان‌ها، حتی با پیوستن ترکیه که کشوری است روی هم رفته دموکراتیک چون اسلامی است گرفتاری دارد. البته ترکیه گرفتاری‌های حقوقی خودش رو هم دارد جدا از این مسئله، ولی بر رو بخشی از اروپاییان مخالف پیوستن ترکیه به اروپا هستند، به یورو هستند، برای اینکه ترکیه کشوری است اسلامی. اما در این میان چیزی که بیش از پیش، بیش از شاید خود رویداد پاریس، رویداد دردناک پاریس، من رو به اندیشه برانگیخته، به اندیشیدن بیشتر شاید برانگیخته، واکنشی است که از سوی برخی از هممیهنان ما نسبت به این رویداد پاریس در رسانه‌ها و در گفتگوهایی که با خود من برخی انجام دادند دیده می شود و شنیده می شود. یکی از بزرگان اقتصاددان درون ایران که هنوز سخت به اندیشه های چپ وفادار است می نویسد که عملاً می نویسد که واکنش خشم مسلمانان از رفتار فرانسه در الجزیره است که مسلمانان رو به این نوع انتقام از فرانسوی ها کشونده. روشن نیست که این رفتار در مثلا دانمارکی که هیچگاه کشور مستعمراتی نبوده در اونجا چرا روی میدهد، چرا در کشورهای دیگری که نقشی در الجزیره نداشتن و سوئدی که با آغوش باز از خارجی ها از جمله مسلمانان پناهنده پشتیبانی می کند، چرا در اونجاها هم نطفه های از این رفتار تند روانه مشاهده می شود. اما گیرم که این سخن درست باشه که فرانسوی ها هیچگاه از رفتار خودشون در الجزایر پوزش نخواستن. من به یاد می آورم در همون دوران پس از انقلاب 57 در میان ایرانیان و از جمله در میان نخبگان غربی و از جمله آمریکایی کسانی بودند می گفتن این واکنش ایرانیان در گرفتن سفارت و در غرب ستیزی پیامد کودتای 28 مرداد است. خب نیک میدانید که من از کسانی هستم که سخت مخالف برانداختن دکتر محمد مصدق زندیات مصدق هستم، اما باور به این که غرب ستیزی جمهوری اسلامی پیامد رفتار غربی ها آمریکا و انگلیس در برابر کسی است که خود جمهوری اسلامی هم با او دشمنی دارد، برای من پذیرفتنی نبوده و نیست. راستی این است که این نوع غرب ستیزی در ذات این اندیشه های غیر دموکراتیک و غیر مدرن نفته است. اونها با جنبه های پیشرفته غرب مخالفند، نه با دموکراسی، نه با تنها استعمار، با دموکراسی غرب مخالفند. با پنسیلین و اینها مشکلی ندارن، وقتی بیمار میشوند میرون سراغ پزشک، این دستاوردهای غرب رو ازش استفاده میکنند. فلان آخوند بلند پایه وقتی چشمش رو میخواهد بیماری چشم رو
علاج بکنه به لندن میرود. این رو مشکل ندارن، ولی با از زمانی که فکر راه آهن ساختن در ایران پیش آمد در پیمان رویتر، با آمدن خارجی ها و غربی شدن ایران و به فحشا کشیده شدن زن ایرانی و چیزهایی از این دست مخالفت میکردند. و امروز هم گمان نکنید که واکنش جمهوری اسلامی به غرب و گرفتن سفارت ایالات متحده در ایران به خاطر رفتاری بود که با زنده یاد مصدق کردن، حکومتی که اجازه نمیدهد که کسی به احمد آباد برود و احمد آباد رو در زیر سایه رفتار خودشون عملا ویران کردن و مصدق رو میکوبند و به اون میتازن، که انتقام از 28 مرداد نمیخواست بگیره، اون هم 28 مردادی که روحانیان درش دست داشتند، بلکه این برف ستیزی در ذات این اندیشه های تند روانه اسلامی نهفته است. این که میگویم اسلامی، شاید برخی از شما خورده بگیرید، مراد من از اسلامی در اینجا اون برداشتی از اسلام است که امروز در میان شیعیان، حکومت شیعه ایران چیره است و در کشورهای اهل سنت در جریانهای مانند القاعده و داعش چیره است. اینها شاخه‌ای است از اسلام، خودمون رو فریب ندهیم. اینها برداشتی است از اسلام، از شیعی و اهل سنت، که دیگرانی که با این برداشت مخالفند باید با اون بتازند، اون رو نقد کنند. بی دینان که نباید این کار رو انجام بدن، اونهایی که دیندار هستند، اونهایی که وفاداری به ارزش‌های دیگری از درون اسلام دارند و فکر میکنن این ارزش‌ها ارزش‌های تندروانه و نادرست است، باید به اون بپردازند. در گذشته و تاریخ هم این گونه بوده، تندروی‌هایی که کسانی به نام دین انجام دادند، گروه دیگری از دینداران به اون پرداختند و در این ساختارهای دینی رفرم ایجاد کردن و گفتن که اینها پیوندی با ارزش‌های دینی ما نداره. راستی این است که نگاه جمهوری اسلامی و به ویژه تندروترین جناح‌های حکومت در ایران و نگاه داعشی، هر دو بخشی از خانواده اسلامی است و خانواده تندرویی است که ضربه زدن و کشتن و ویران کردن مخالفان در گوهر داوری ها و برداشت های اون نفته است. جالب اینجاست که در این نوع نگاه دشمنانه، در این نوع نگاه تندروانه، این فرانسوی ها نیستن که بیشتر کشته می شوند. این جریان بمب‌گذاری در فرانسه یا حمله به شارلی ابدو، اینها استثناست. بیشتر کسانی که به دست حکومت های تندرو یا جریان های تندرو اسلامی کشته شدند، مسلمانان هستند. بیشتر کشته شدگان داعشی غربی نیستند، مسلمانند. مسلمانان دیگری هستند که با اندیشه‌های داعشی سر سازگاری ندارند. هنگامی که برای گرفتن این شهر و آن شهر میان هواداران جمهوری اسلامی و ارتش عراق که با جمهوری اسلامی پیوند دارد و داعشی‌ها جنگ می‌شود، کشته شدگان مردم نیویورک نیستند، مسیحیان و یهودیانی که دیگر اصلا در عراق وجود ندارند و فرار کردند بیشتر اونها از عراق، اونها نیستند، خود مسلمانان هستند. طرفین آدم‌هایی رو می‌کشند که از خانواده مذهبی و آیینی اونها هستند. و با این همه کسانی از میان روشنفکران خامه بر کاغذ نهادند، از شمار کسانی که خودشون رو جزو مخالفان حکومت هم میدانند و طرفدار دموکراسی و در غرب هم زندگی میکنند، خورده میگیرند که چرا غرب این چنین نسبت به این جنایت در پاریس واکنش نشان داده، چرا غرب نسبت به جنایات دیگر واکنش نشان نمیدهد. اجازه بدهید که عبارت درازی رو، واگفته درازی رو از نوشته یکی از کسانی که در این باره در یکی دو روز گذشته نوشتاری رو منتشر کرده، بیان که نام ایشان رو بیاورم در اینجا بخوانم. میگوید که ولی احساس همدردی، چون مردم جهان اعلام همدردی برای مردم پاریس کردند و در مسابقه فوتبالی که بین فرانسه و بریتانیا انگلستان برگزار میشد، نه بریتانیا، انگلیس برگزار میشد، همه سرود ملی فرانسه رو میخواندند و پرچمهای فرانسه رو با خودشون داشتند و بسیاری مردم اعلام میکردن ما هم پاریسی هستیم، پاریزیان هستیم. میگوید که چرا؟ میگوید ولی این احساس همدردی فقط برای مردم پاریس و فرانسه است. غرب مانند همیشه معیارهای دوگانه دارد. خون مردم فرانسه و به طور کلی مردم غرب به نظر میرسد
رنگینتر و قرمزتر از خون مردم بقیه جهان و به خصوص مردم مسلمان است. بعد اشاره می کنند که روزی نیست که در گوش و کنار جهان گروهی از مسلمانان در جریانهای گوناگون کشته نشوند. مثال می زنند بمبگذاری در بیروت رو، حملات تروریستی به بغداد رو، حمله هوایی که به یک بیمارستان در افغانستان شد و بسیاری نمونه های دیگر. اینها را همه رو مثال می زنند و می گویند که چرا غربی ها نسبت به این جنایات سکوت کردند. این نویسنده محترم و دیگر کسانی که در این راستا می نویسند و خورده می گیرند که چرا غرب نسبت به زندگی انسان ها در کشورهای اسلامی آنچنان واکنش نشان نمی دهند که نسبت به رویداد پاریس، باید به این پاسخ بگویند و باید به این بیندیشند که تفاوت بزرگ دنیای اسلامی امروزی، کشوری مانند ایران، عراق امروز و گذشته، سوریه و دیگر کشورهایی که با این فرهنگ امروز سر و کار دارند، در این است که خود اونها به انسان بهایی نمی دهند. انسان دارای ارزشی در جوامعی مانند ایران و سوریه و لبنان و عراق نیست. این کشورها انسان محور نیستند، به حقوق انسانی باور ندارند. انسان بخشی از امت است، بخشی از رعیت است. انسان می تواند صدها و هزاران کشته بشود و بهایی هم به اون نمی دهند. خورده می گیرید به این که غربی ها بهانه می دهند. بیش از 2 میلیون نفر در جنگ خانمانسوز 8 ساله میان دو کشوری که هر دو شیعی هستند، ایران و عراق، یکی دولت بعثی و دیگری دولت جمهوری اسلامی، کشته و مجروح شدند. 2 میلیون نفر. شما فکر میکنید که سران حکومت در ایران یا صدام حسین در عراق عشق برای این میلیون ها کشته و مجروح ریختند؟ اینها جمعیتی بودند که باید در راه این آرمان های دینی و ایدئولوژیک کشته می شدند. بهایی به این انسان ها نمی دادند. از اینها به عنوان شهدا یاد می کنند. نام اونها رو اینجا و اونجا می نویسند. قیابانی رو به نام برخی از نام آورترین اونها نامگذاری می کنند. انسان در این سرزمین های واپس مانده، در جمهوری اسلامی، در افغانستان، در پاکستان، در عراق و سوریه و لبنان و مصر و دیگر کشورها دارای ارزش و اعتبار نیست. این سرزمین ها فرهنگ انسان محوری رو هنوز آزمون نکردند. حقوق انسانی حقوق ناپذیرفته است. چگونه شما انتظار دارید وقتی مردم و دولت های چیره و نخبگان چیره بر این کشورها بهایی برای انسان قائل نیستن، ارزشی برای انسان قائل نیستن، غربی ها ارزش برای جان اونها قائل باشند؟ مگر جنایات جنگ داخلی افغانستان جنگ میان غربی ها و افغانستان بود؟ درست است که در جنگ با شوروی دولت های غربی از مجاهدان دفاع کردند، ولی پس از اون این جنگ میان مسلمانان بود، کشتار میان مسلمانان بود. بیشتر کسانی که در ایران به دست حکومت کشته شدند مسلمان زاده بودند. بیشتر کسانی که در عراق توسط دولت بعثی عراق که بیشتر رهبرانشون مسلمان زاده بودند کشته شدند به دست صدام حسین، مسلمان زاده بودند. بیشتر کسانی که در جنگ میان ایران و عراق کشته شدند مسلمان یا مسلمان زاده بودند. این دولت مسلمان عربستان است که بر سر مردم مسلمان یمن بم می‌ریزد. این مردم مسلمان یمن هستند که مردم مسلمان دیگر یمن رو می‌کشند. اگر این گروه‌های مسلمان در جهان بهایی به زندگی انسان نمی‌دهند، چه انتظاری دارید که اروپایی‌ها بها بدهند؟ من جنایات استعمار رو ازش پشتیبانی نمی‌کنم. من بر این باورم که دست غربی ها در بسیاری از رویدادهای چند سده گذشته بسیار خونین است. کشور ما در این زمینه داغدار است. منی که بارها در مورد 28 مرداد سخن گفتم میدانم که دولت های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا چه بلایی بر سر ایران آوردند، ولی بدون خود ایرانی ها چنین نمی توانستند بکنند. نمی خواهم به ماجرای مصدق بپردازم. بحث من بحث انسان است و حقوق انسانی. هنگامی که در این کشورها فرهنگ
انسان محوری چیره نشده و انسان دارای ارزش و بهایی نیست، خشمگین نشوید اگر در دنیای غرب به دلیل اینکه فرهنگ انسان محوری چیره شده نسبت به جان یک نفر هم واکنش نشان میدهند. در سرزمین هایی مانند کشور ما مرگ انسان ها آمار شده، در حالی که باید پذیرفت کشته شدن یک انسان هم همان اندازه دردناک است که کشته شدن 100 انسان. اروپا پس از واکنش به جنایات هیتلری و از میان رفتن نزدیک به 50 میلیون نفر از مردم اروپا، سرتاسر اروپا، جنایاتی که سرتاسر اروپا را در بر گرفت، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت و حقوق فرد به کانون گفتمان مردم اروپا راه یافت. و درست است که امروز نسبت به کشته شدن گروهی بیگناه که در یک رستوران نشستند و غذا میخورند و گروهی تروریست میآیند و اونها رو میکشند، باید واکنش نشان داد. کشته شدن اونها انتقام از جنایات استعمار است. باید به این نوع نگاه خندید. اگر دردناک نبود من هم با شما میخندیدم، ولی دردناک است که تصور کنیم چون در درازای تاریخ دولت‌های استعماری چنین و چنان کردند، چون در عراق دخالت نظامی کردند، میتوان رفت و در یک کلوپ شبانه، در یک کنسرتی که مردم رفتن شادی بکنن، اونها رو به گلوله بست، آن هم به نام دین و خدا، و آدم‌های مانند ایشان بیایند و بنویسن که خب پس چرا نسبت به رویداد بیروت واکنش نشان نمیدهید؟ باید واکنش نشان داد، ولی بیش از همه باید مردم سرزمین هایی که به انسان بهایی نمی دهند به این رویدادها بنگرند و دریابند که ما با یک گرفتاری بنیادی فرهنگی، اخلاقی و سیاسی و حقوقی روبرو هستیم که انسان در سرزمین های ما دارای ارزشی نیست. انسان وسیله است برای رسیدن به هدف. کشته شدن گروهی در لبنان اهمیتی ندارد. چرا؟ چون سرزمین لبنان بیش از 30 سال است که در جنگ داخلی صدها هزار کشته و آواره و خانه و کاشانه ویران شده دیده. در سوریه ای که 1/3 جمعیت از میان رفته و یا فرار کرده، یا بیشتر شاید نیمی از جمعیت، کشته شدن یک فرد و دو فرد دارای ارزشی برای جامعه دیگر نیست. در عراقی که نزدیک به 1 میلیون نفر در جریان دخالت ایالات متحده آمریکا و سپس جنگ داخلی یا کشته شدند یا مجروح شدند و گروه گسترده از نخبگان از این کشور رفتند، دیگر کشته شدن این اهالی این دهکده و آن دهکده آمار به شمار می آید. درد از خود ماست هم میهن گرامی. باید انگشت اتهام رو به سوی کسانی متوجه کرد که رفتار جنگ طلبانه رو در کشورهای مختلف دامن زدند. نوکانها، وارثین میراث شوم استعمار، همه اینها رو باید گفت. ولی شما به عنوان یک روشنفکر، یک کشور مسلمان، به عنوان روشنفکری که از دل خانواده اسلامی بلند شده اید، اول متوجه انحرافات سرزمین خودتون باشید. ببینید که چه رفتاری در این کشورها وجود دارد که انسان رو، زندگی انسان رو آنچنان بی‌ارزش کرده که دیگران هم به اون ارزش نمیدهند. چگونه می توانید از دیگران انتظار داشته باشید به بمبگذاری در پاکستان و افغانستان بهایی بدهند هنگامی که خود ما بهایی به اونها نمی دهیم؟ ارزشی برای انسان قائل نیستیم. غرب به این دستاورد رسیده، انسان محوری، ارزش انسان در کانون ارزش‌های حقوقی مورد پذیرش دنیای پیشرفته غرب قرار گرفته. ما باید این ارزش رو بپذیریم، با آغوش باز از اون استقبال کنیم که انسان، یک انسان یا 100 هزار انسان دارای ارزش هست، به جایی که بیاییم و بگوییم که پس چرا درباره این و آن سخن نمیگوییم. این واکنش جهان در برابر رویداد هولناک فرانسه واکنش بسیار مثبت و پسندیده است. ای کاش ما همین فرهنگ رو داشته باشیم که در برابر هر رویدادی مانند این واکنشی از این دست نشان بدهیم. اما جان انسان در کشورهای مانند ایران و عراق و پاکستان و سوریه و دیگر کشورها دارای ارزش چندانی نیست
اینها پرپر می شوند تا دین رشد پیدا بکند. اینها به بهشت می روند. اینها رستگار می شوند. جان انسانی هنگامی که شما بنگرید به تاریخ همین دوران جمهوری اسلامی، هنگامی که گروه گروه اعدام می کردن و می گفتن اگر بیگناه باشند به بهشت خواهند رفت، جان انسان دارای ارزش و جایگاه نیست. شما چه انتظاری دارید که دیگران ارزش و بهایی به جان انسان بدهند هنگامی که خود ما فرهنگ ارزش زندگی انسانی رو نیاموختیم؟ اجازه بدهید که به ترانه‌ای که کارگردان برنامه برای ما فراهم کردند نگاه بکنیم و